از امسال اعتباراً کارمندان دولتی و دیپلمات های شروع کننده آموزش فنی نو مکتب دولت داری امام علی رحمان را شروع خواهند کرد. عالمان تاجیک لایحه درآوردن نوآوری به سیستم معارف را به اتمام رساندند و برای تصدیق شدن به اکادمی علوم های تاجیکستان روانه کردند. در این خصوص سنه 8 فوریه در همصحبت با رادیوی آزادی، رکتوری دانشکده اداری در نزد پرزیدنت تاجیکستان حامد خان نوریدینوف خبر داد. نوریدینوف تشبسی خود را شهر داده میگوید که پرزیدنت رحمان طول 10 ساله ها با مهارت اداره کنی دولت را نشان داد. از این رو همه کارمندان دولتی از کارهای پرزیدنت عبرت مثبت باید گرفت. آموزش کنستیتوسیا پر برنامه تعلیمی وارد کرده می شود. باید قید کرد که سال 2016 کارمندان دولتی که به رژیم امروز تابع می باشند برای نائل شدن به سزاواری رحمان به یک چند دانشگاه ها فن نوی تحصیلی امام علی رحمان معماری دولت داری نوی تاجیکان درآورده شد. مشاهدان قید کرده می گویند که رژیم سکولاریستی رحمان آهسته آهسته به زوال رفته ایستاده است. کارمندان دولتی باشند تماماً درباری شدند. زیرا اگر بهانه یابند در حال برای خوشنود کردن پادشاه شروع خواهند کرد. اگر غیر قانونی به سر قدرت آمدن این ظالم با قانونهای ایجاد شده که به اسلام ضد می باشد حکمرانی کردن او را به انابت نگیریم، با نگاهی خالصانه می بینیم که نتیجه های حکمرانی رژیم کنونی از اینها عبارتند. طول 10 ساله ها در سری قدرت مستحکم جا شدن رحمان و حکمرانیش را اداره کنی با موفقیت گفتن از حقیقت دور می باشد. امروز مردم تاجیکستان با زیاد گشتن معماهای بسا مهم اذیت می کشند که در ساحه های گوناگونی حیات روزمره فعالیت دولت وابسته می باشد. از معیار برآمدیم مثلا در 180 دهه های کشور مطلق خط قوه برق وجود ندارد. به بیش از 40% اهالی آب نوشاکی دسترس نیست. 22% اهالی کشور به سطح زندگی میانه درآورده شده است، حالانکه اکثریت مردم با قشاقی عمر به سر میبرند. طبق معلومات های تشکیلات های بین المللی تاجیکستان یکی از قشاق‌ترین دولت در منطقه به حساب می رود. اما با سوال کیست بهترین نمونه در سیاست و اداره کنی دولت که مردم تاجیکستان به او نیاز دارد، در اینجا سخنان نویسنده انگلیسی عصر 20 برنارد شاو را یاد آوردن ممکن می باشد که گفته است: اگر به انسان مانند محمد صلی الله علیه و سلم اداره تمام جهان واگذاشته می شد، به فکرم معماهای انسانیت را حل می کرد که سبب سعادتمندی و آسودگی این دنیا است که امروز دنیا از این خالی است. من او را آموختم، انسان عجایب. او را همچون انسان نجات دهنده تمام بشریت گفتن ممکن است.